منابع تاریخی در رابطه با روز ولادت امام کاظم علیه السلام نقل های مختلفی دارند اما بسیاری از علمای شیعه بر اساس برخی از مستندات ولادت ایشان را در ماه ذیحجه معتبر دانستند مرجع عالی قدر آیت الله لازما سید صادق حسین شیرازی هم ولادت هفتمین امام را در ماه ذیحجه دانسته و محل ولادت امام کاظم علیه السلام را قرینه دیگر بر ولادت ایشان در ماه زی حج کردند به همین جهت مجموع رسانه امام حسین علیه السلام بیستم تا 26 بیست و ششم ماه زی را هفته بزرگ داشته ولادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام نامگذاری کردند علی اکبری گزارش می دهد. در کتب تاریخی روز ولادت امام کاظم علیه السلام با نقل گوناگون ذکر شده که هفتم ماه سفر یکی از آن روایت هاست اما اکثر فقها ها و علمای شیعه در طول تاریخ ایام ولادت آن حضرت را در دهه پایانی ماه زیحجه اعلام کردند حضرت موسی بن جعفر در سال 128 یا 129 هجری قمری هنگامی که امام صادق علیه السلام و همسرشان حمیده از سفر حج باز میگشتند در منطقه ابوا به دنیا آمدند برخی مکان ولادت ایشان را مدینه ذکر کردند امام کازم علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوارش امام صادق در سال 148 قمری در 20 سالگی به امامت رسید دوران امامت ایشان با حکمرانی چهار تن از زمان داران عباسی منصور، مهدی، هادی و هارون همزمان بود کنیه ایشان ابوالحسن، ابو ابراهیم و ابو علی بود و کازم عبد صالح نفس زکیه زینال مشتهدین، وفی صابر امین و ظاهر از جمله القاب ایشان بود دوران امامت حضرت موسی جعفر علیه السلام دوران بسیار سختی برای شیعیان بود و در این دوران جنبش های اعتراضی فراوانی از سوی شیعیان و علویان بر علیه حکمرانان عباسی انجام شد که از مهمترین آنها قیام حسین ابن علی شهید فخ در زمان حکومت هادی عباسی و نیز جنبش یحیی و ادریس فرزندان عبدالله بود که در زمان هارون صورت پذیرفت. احادیث فراوانی از امام کازم علیه السلام در منابع حدیثی شیعیان روایت شده است این روایات بیشتر در موضوعات کلامی چون توحید، بدا، ایمان و همچنین موضوعات اخلاقی بیان شده همچنین مناجات هایی از جمله دعای جوشن صغیر برای دفع شر دشمنان از ایشان نقل شده است مناظره های علمی و گفتگوهایی از امام کازم با برخی از خلفای عباسی دانشمندان یهودی و مسیحی ابو حنیفه و دیگران در تاریخ ثبت شده که گفتگوهای ایشان با آلمان ادیان دیگر که معمولا با پاسخ به پرسش های آنان همراه بوده در نهایت به مسلمان شدن آنان منجر شده است زمخشری در ربیع ابرار نوشته که هارون فرزند مهدی یکی از حکمرانان عباسی که هم عصر با امام بود در یکی از ملاقات ها به حضرت موسی بن جعفر پیشنهاد کرد که فدک را تحویل بگیرد اما حضرت پیشنهاد او را نپذیرفت وقتی هارون بر این پیشنهاد خود اصرار زیادی ورزید آن حضرت در پاسخ فرمود این پیشنهاد را میپذیرم به شرط آنکه تمام آن ملک را با حدودی که تعیین میکنم به من واگذار کنی هارون از امام پرسید حدود فدک کجاست امام کازم علیه السلام فرمود یک حد آن در عدن حد دیگر در سمرقند و حد سومش در آفریقا و حد چهارمش کناره دریای خزر است هارون از شنیدن این سخن امام به شدت آشفته شد و گفت پس برای ما چه چیز باقی می ماند؟ امام کاظم علیه السلام فرمود می اگر حدود فدک را بازگو کنم آن را به ما نخواهی داد منظور امام کاظم علیه السلام از تعیین این حدود این بود که یعنی خلافت و اداره سراسر بلاد اسلامی حق ما اهل بیت است گویا از آن روز به بعد هارون کمر به قتل امام کاظم علیه السلام و از زندانی کردن ایشان بست مهدی یکی از خوشمرانان عباسی هم با امام کازم ایشان را در بغداد بازداشت کرد اما به دلیل خوابی که دید و نیز تحت تاثیر شخصیت امام از ایشان عذرخواهی نموده و امام را به مدینه بازگرداند هارون دوبار امام را زندانی کرد آن امام بزرگ سالهای پایانی عمر خود را در زندانهای فضل ابن یهیا و سندی ابن شاهک گذراند. مدت امامت آن حضرت سی پنج سال بوده و با شهادت ایشان در سال 183 قمری امامت به فرزندشان امام رضا علیه السلام منتقل شد. علی اکبری اخبار شیعه